بیقراری برای سرکشیدن کامل زهر در اوج جنگ باندی. روزنامه حکومتی اطلاعات خامنه ای: بیشکن کردن فقر، بیکاری و تبعیض وظیفه حاکم اسلامی است. روزنامه حکومتی کیهان: خامنه ای: قدرت ها بدانند ملت ایران به زانو در نمی آید. روزنامه حکومتی جامع جم: خامنه ای: سعادت جامعه در گروه بهبود معیشت مردم است. روزنامه حکومتی اطلاعات: 63 میلیون نفر در سن کار، 21 میلیون نفر شاغل. روزنامه حکومتی شرق: نگارش توافق جامع آغاز شد. ظریف: با اراده قاطع به وین آمده ایم. روزنامه حکومتی شرق: انتقاد رئیس جمهور از سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم. عده‌ای به بهانه ایستادگی جیب مردم را زدند. روزنامه حکومتی ابتکار: روحانی در روز مددکاران. پول بزرگی به اسم رکود بر اقتصاد ما سایه افکنده است. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد: مسئله سخت‌تر از کنترل تورم، خروج از رکود اقتصادی. روزنامه حکومتی اعتماد: 100 نماینده خواستار برگزاری مناظره هسته‌ای در مجلس شدند. مناظره: بدعت جدید دلواپسان. روزنامه حکومتی رسالت: امام جمعه مشهد گفت نباید نسبت به توافق ژنو بی تفاوت بود. علم الهدی در گرد همایی شورای مجلس سازمان بسیج با اشاره به اینکه دشمن افرادی را که زمانی در این نظام آبرو داشتند را جلو می اندازد و سوء استفاده می کند تصریح کرد: این که ما کنار بایستیم و بگوییم ایشان در صحنه هستند، این همان حرف بنی اسرائیل به موسی علیه السلام است که خطاب به موسی می گفتند مگر تو خدا نداری؟ پس چرا ما را لب تیغ می فرستی؟ روزنامه حکومتی اعتماد: امیدها در آستانه وین 4. نگارش متن برنامه جامعه باید با آرامی و دقت لازم از سوی مذاکره کنندگان ایرانی دنبال شود. این برنامه می تواند آینده فعالیت های هسته‌ای ایران و حتی برنامه سیاست خارجی کشورمان را هموار سازد و سمت و سوی آن را تعیین کند. همچنین چگونگی برداشتن گام ها برای لغو تحریم ها در این برنامه جامع روشن و تبیین می شود. خوشبختانه سران منصف اصولگرا صف خود را به تدریج از صف هیاهو کنندگان دارند جدا می سازند تا فضا برای بحث و بررسی مذاکرات برنامه جامع در کشور فراهم شود. برنامه جامع برنامه اعتمادسازی و راستی آزمایی فعالیت های هسته ایران خواهد بود تا پس از آن ایران بتواند از حقوق و تعهدات کامل خود در معاهده NPT بهره‌مند شود. سرمقاله روزنامه حکومتی رسالت، ارگان باند مؤتلفه: غرب اگر فرصت را از دست دهد دیگر معلوم نیست آن را به دست آورد. اگر در پایان 6 ماه توافقی صورت نگیرد یا اگر بخواهند آن را تجدید کنند و دنبال زمان گرفتن باشند، ملت و دولت ایران چاره‌ای جز این ندارد که عرصه‌های دیگری از ما می‌توانیم را در صنعت هسته‌ای و فناوری‌های نوین به نمایش بگذارد. حسن روحانی و علی خامنه‌ای در این روزهای اخیر دو جنبه ظاهراً متفاوت داشت که میشه اون رو به نوسان پاندول تشبیه کرد. یک جنبه این اظهارات مصرف داخلی داره و به کار دهن زدن و مهار باندهای متمردی میاد که اسم خودشون رو دلواپسان گذاشتن و خوراک اینها نعره‌های حق مسلم و دوددم‌های بسیجی رنگ کنه. اما جنبه دیگه که در واقع وجه اصلی حرفای خامنه‌ای روحانی و عناصر تابع اونهاست، حاوی تأکیدات بسیار بر ادامه مذاکرات هسته‌ای و هموار کردن مسیر زهر خوران
تا رسیدن به توافق نهایی و قطعیه. روحانی هم در اظهارات خودش همین هدف را مد نظر داشت. اون بعد از اشاره به اوضاع داغون اقتصادی با اشاره به غول رکود و بیکاری فزاینده نتیجه گرفت که لغو تحریم ها تنها راهش کنار گذاشتن شعارهای بیفایده است. کما اینکه خامنه ای هم همه حرف را در یک جمله زد و خطاب به باند متمردی که جزع و فزع می کنند که در قبال آن چه داده ایم تحریم ها حتی یک ذره هم کاهش پیدا نکرده، آب پاکی رو روی دستشون ریخت و گفت مذاکرات رو نباید به تحریم ها گره زد. جواد ظریف هم که ریاست تیم مذاکره کننده رو به عهده داره، به محض رسیدن به اون طرف آب و پیاده شدن از هواپیما در وین تاکید کرد ما با اراده قاطع برای حل و فصل پرونده هسته‌ای به وین اومدیم و از پشتیبانی خامنه‌ای هم برخورداریم. در این اظهارات یک بیتابی شدید برای برگزاری مذاکرات و رفتن تا ته خط زهرخوران به چشم خوره. این بیتابی مشترک همینطور خامنه ای روحانی رو واداشته که هر دو یک مسیر رو در پیش گرفته و همراه با هم و به طور مشترک تلاش کنن که جماعت دلواپس ها و سنگنداز ها رو کنار بزنند. راز مواضع پاندولیون ها هم همین بیتابیشون برای توافق نهایی هرچه زودتر با 5+1. اونها یک بار از دلواپس ها دلجویی میکنند و به اونها امتیاز میدن. دفعه بعد اونها رو با عباراتی مثل افراطیون، تجمع کنندگان خودسر، تخریب کنندگان، گروه های فشار، پیاده نظام کمیته بحرانسازی علیه دولت و امثال اینها مورد حمله قرار میدن. هدف این نیش و نوش تجزیه این جماعت و منزوی کردنشونه. تلاشی که تنها به خامنه ای و روحانی هم محدود نبوده و اتفاقا نتیجه هم داده. به یک نمونه از روزنامه حکومتی اعتماد امروز 24 مردیبهشت توجه کنید. می نویسه که خوشبختانه سران منصف و اصولگرا صف خود رو به تدریج از صف هیاهو کنندگان دارن جدا می سازن تا فضا برای بحث و بررسی مذاکرات برنامه جامعه در کشور فراهم شود. مقصود از سران اصولگرا یعنی باند خامنه‌ای که صف خودشون رو از دلواپس‌های متمرد جدا کردن، کسانی مثل قالیباف و محسن رضایی و لاریجانی از یک طرف و بروجردی و ولایتی و عده زیادی از آخوندها و اعضای مجلس ارتجاع هم از طرف دیگه است. به این ترتیب همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات شاهد جبهه بندی جدیدی در درون رژیم هستیم که یک سزلی رو تداعی میکنه که این سزلی حاصل تجزیه باند خامنه‌ای به دو تیکه است که یکی از اضلاع آن همین دلواپسا هستن که جلوی خامنه‌ای و جلوی مذاکرات ایستادن و اونو تخته‌ای میکنن. اما هم خامنه‌ای و هم روحانی مصممن که اینها رو کنار بزنن و خط خودشون رو که خوردن جام زهر اتمیه تا ته ادامه بدن. علت چنین تصمیمی رو روحانی خیلی آشکار با اشاره به وضعیت داغان اقتصادی بیان کرد و خامنه ای هم به طور تلویحی اونجا که به طور نادری نسبت به معیشت و زندگی مردم نگرانی نشان داد آشکار کرد. نگرانی نسبت به معیشت مردم و اوضاع اقتصادی بیان وحشت از انفجار اجتماعی و به خصوص به میدان آمدن ارتش گرسنه ها و بیکار هاست. آیا رژیم میتونه با یک مش حرف و مانور که تا همینجا باعث تجزیه باند خامنه ای هم شده جلوی این انفجار رو بگیره؟